اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد که بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا بیش از یک سوم جمعیت افغانستان در آستانه قحطی قرار دارند این اداره در بیانی ای اعلام کرد بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا تا سپتامبر 2022 تقریبا 14 میلیون یا یک نفر از هر سه نفر در آستانه قحطی قرار دارند و این آمار در چند ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. سیگار در گزارش تازه خود درباره وضعیت افغانستان نوشت که آمریکا در طی 20 سال گذشته 146 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کرد اما با این وجود نیز خوشسالی، کمبود غذایی و بحران کرونا وضعیت انسانی در این کشور را تشدید کرده است. این گزارش می که برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان حدود 89 میلیارد دلار هزینه شد اما اکنون همه اینها از بین رفته و نیز اهداف دیگری مانند توانمندسازی زنان و دختران و برقراری حاکمیت قانون پس از خروج آمریکا مورد تهدید مستقیم آمریکا قرار دارد سیگار افزود همه چیز خیلی ناگهانی به پایان رسید چیزهای کمی برای نشان دادن به مالیات دهندگان آمریکایی از چرایی مأموریت 20 سالی آمریکا در افغانستان وجود دارد اداره بازرسی ویژه آمریکا در ادامه افزود هیچ تصمیم سیاست یا اداره واحدی که منجر به شکست تلاش های آمریکا شده باشد وجود نداشته اما در عوض مجموعی از تصمیمات اشتباه بوده که طی دو دهه گرفته شده است سیگار میگوید بذر فروپاشی افغانستان به خوبی کاشته شده بود رئیس جمهور اشرف غنی فرار کرد و جنگجویان طالبان بر کابل مسلط شدند و جنگ 20 ساله ای آمریکا در افغانستان در کمتر از چهار ماه پایان یافت